همگنیم به خبرها. باز هم از ایران، وزارت اطلاعات از کلیساهای تهران خواسته که خدمات خود را به زبان فارسی متوقف کنند. بر اساس خبر روزنامه کریستیان تودی، از سال 2009 به این سو دستور مشابهی نیز به دیگر کلیساها ابلاغ شده بود. جزئیات بیشتر را از همکارم احمد باطبی سوال خواهیم کرد. احمد، اساساً کلیساها اگر قرار باشه که به زبان فارسی به ارائه قادر نباشن که ارائه خدمت بکنن، به چه زبان دیگری میتونن به مراجعینشون پاسخ بگن؟ کلیسا به طور عمومی به زبان آشوری و ارمنی، زبانهایی که مربوط میشه به آیین خودشون، صحبت میکنن، اما در سالهای اخیر خدماتی هم به زبان فارسی داشتن. پایگاه خبری کمپس دیوکت نیوز، پایگاهی که اخبار مربوط به مسیحیان رو منتشر میکنه، اعلام کرده که تنها در سالهای اخیر تنها دو کلیسا در ایران بود که به زبان فارسی خدمات ارائه میکرد. دو کلیسای رسمی ثبت شده، یکی کلیسای امانوئل که کلیسای پروتستان بود و کلیسای انجیلی پتروس مقدس که در روزهای جمعه خدمات به زبان فارسی ارائه می‌کردند. اما طبق دستوری که جدیداً از طرف وزارت اطلاعات داده شده، دیگه ارائه خدمات فارسی نخواهند داشت و از طرفی میبایست مراسمشون رو در روز یکشنبه داشته باشن. بدین ترتیب روز یکشنبه روزی است که ایرانی‌ها عموماً کار می‌کنن و بخشی از ایرانی‌ها طبعا نمیتونن شرکت بکنن و از آمارشون کم میشه. همونطور که شما هم فرمودین، از سال 2009 به دیگر کلیساهای رسمی ایران هم و خصوصا تهران هم ابلاغ شده بود که خدمات فارسیشون رو متوقف کنه و این اتفاق افتاده بود. فکر می‌کنی که نگرانی جمهوری اسلامی از ارائه خدمات به زبان فارسی چه میتونه باشه؟ عمده ترین نگرانیش گرایش مردم در سالهای اخیر به تغییر مذهب بود، به مسیحیه و دیگر در واقع آیین‌ها و یا مذاهبی که در ایران وجود داشت، و برخوردهایی هم که در سالهای اخیر با کسایی که تبدیل مذهب کرده بودند، دینشون رو تغییر داده بودند و یا به تصوف و صوفیگری به اصطلاح دراویش نزدیک شده بودند، حاکی از این نگرانی هست. در نمونه آخری هم که اخبارش که الان به عنوان اخبار روز مطرحه، کشیش یوسف ندر خانی، کشیش 35 ساله اهل رشت که در 19 سالگی دینش رو تغییر داد، به همراه همسرش کلیسای خانگی رو داشت، در سال 88 دستگیر شد و توسط وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب به اعدام محکومش کرد. دادگاه انقلاب برای اینکه ایشون رو مورد عفو قرار بده اعلام کرد، میبایست از دینش برگرده و توبه بکنه و اعلام بکنه که اشتباه کرد، منتها ایشون چنین کار انجام نداد. در روزهای اخیر هم اخباری مربوط بر اینکه حکم اجرای در واقع اجرای حکم اعدامش در راه هست منتشر شد که واکنش جهانی داشت از جمله وزارت خارجه آمریکا و بسیاری از دولت‌ها و نهادهای رسمی اعلام کردند. در ایران حکم کسی که دینش رو تغییر میده، از اسلام به دین دیگری آمدن به اسلام مشکلی نداره، ولی اسلام به دین دیگری اعدام هست. ما داشتیم در سال 1990 در مشهد که کشیش حسین سودمند به دلیل تغییر مذهب به مسیحیت اعدام شدن. احمد، آیا آماری داریم از نوکشان مسیحی در ایران؟ نه در مورد نوکشان مسیحی. اساساً در مورد تغییر مذهب چندان آماری وجود نداره، به دلیل اینکه در ایران عملاً این کار به صورت مخفی انجام میشه و در این حال هیچ سازمان رسمی نیست که بتونه آمارگیری بکنه و آمار دقیقی بده. اما به طور پراکنده آماری از برخوردها با کسایی که در حوزه مذاهب به اصطلاح صورت میگیره از ناحیه حکومت منتشر میشه. یکی از این آمارهایی که مدتی پیش ارائه شد، گزارش سالانه سال 2011 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بود و گزارشی رو در مورد به طور جمعی در مورد برخوردها در حوزه مذاهب اعلام کرد. این سازمان در حدود 214 گزارش رو به صورت رسمی ثبت کرد و مورد تایید قرار داد که صحتش در واقع تایید کرد که از این تعداد 100 نفر مربوط به بهائی‌ها می‌شدن، 46 مورد مربوط به دراویش گناوادی، 29 مورد مربوط به اهل تسنن و حدود 6 مورد هم مربوط به اهل حق می شدن. یعنی به لحاظ آماری حدود 47% مربوط به بهائیان، حدود 21% مربوط به دراویش گناوادی و 14% مسیحیان و 12% هم اهل سنت و باقی به حال چیزایی که بودن. ولی این چیزی که الان من خدمتتون گفتم، این به معنای تغییر مذهب نیست. این تمام برخوردهایی که با افراد در حوزه مذاهب شده. اما به طور مشخص در مورد مسیحی‌ها این آماری که خدمتتون گفتم عموما مربوط به
تغییر مذهبه. یعنی گزارشایی که لااقل من در یک سال گذشته دیدم عمومش در مورد کسایی بود که دینشون رو تغییر دادن و یا به اصطلاح نوکیش محسوب می‌شدن. بسیار ممنون. احمد باطبیک در استودیو با